به خاطر خیانت بختیار بعد انقلاب به ایران، قراردادهای خرید 160 فروند هواپیماهای جنگنده F-16 A و B تحت برنامه فروش تسلیحات صلح گورخر 1-7 فروند هواپیمای هشدار زودهنگام موسوم به آواکس از نوع E-3A و 16 فروند هواپیمای شناسایی تاکتیکی RF-4E به همراه تجهیزات و تسلیحات نظامی دیگه شامل موشک‌های هوا به هوای مورد استفاده توسط جنگنده رهگیر F-14 آیتام کت نیروی هوایی ارتش لغو شد و به دنبال لغو قرارداد خرید 160 فروند جنگنده همه منظوره F-16A و همینطور نسخه B از اونجا که 55 فروند اول از این جنگنده ها در حال ساخت و تأسیسات جنرال داینامیکس بودن، دولت آمریکا تصمیم به اختصاص اونا به برنامه فروش تسلیحاتی سنگ مرمر صلح 1 به اسرائیل گرفت. متعاقباً F-16 های مورد نظر بعد تکمیل به عنوان بخشی از 75 فروند F-16 فروخته شده به اسرائیل به مبلغ 300 میلیون دلار واگذار شدند. این جنگنده ها در طول خدمتشون تو اسرائیل تو ده ها عملیات مهم مثل اوپرا علیه نیروگاه هسته ای عراق شرکت کردن و نهایتا تو سال 1395 از رده خارج شدن. بقیه جنگنده ها هم به شرکت غیر نظامی به اسم تاپ اسز تو کانادا جهت استفاده به عنوان شبیه ساز جنگنده های دشمن فروخته شدن. اما یه سوال، چرا شاه جنگنده های F-16 رو خرید؟ محمد رضا شاه تو جریان آخرین سفر رسمی خودش به آمریکا به کاخ سفید رفت و با جیمی کارتر رئیس جمهور وقت این کشور ملاقات کرد. تو جریان این ملاقات کارتر از شاه پرسید که ایران تو 5 یا 6 سال آینده چه تسلیحاتی نیاز داره و شاه هم تو جواب گفت که مهمترین دغدغه اون افزایش توان دفاع هوایی ایران تو این بازه زمانیه و به خاطر همینم نیاز به کارگیری 300 فروند هواپیمای جنگنده سبک و همه منظوره F-16 و 150 فروند جنگنده رهگیر F-14 داره. بر اساس فرمانده های نظامی نیروی هوایی قرار بود بازنشستگی کلیه جنگنده های بمب‌افکن های همه منظوره F-4D و E تا سال 1371 انجام بشه. همینطور یه سوم F-5U برنامه ریزی شده بودن بازنشسته بشن و بنا بود این جنگنده ها بعد بازنشسته شدن به متحدین آمریکا فروخته بشن. در مقابل قرار بود تا اون تاریخ تعداد 246 فروند F-16 و 215 فروند F-18A در کنار 61 فروند تامکت در خدمت نیروی هوایی قرار بگیره. بعد چند سالم قرار بود همه F-50 از رده خارج بشن و با F-16 جایگزین بشن و بعد بازنشستگی به متحدای ایران و آمریکا مثل اردن، مراکش و ترکیه و یونان فروخته بشن. بر اساس طرح‌های نیروی هوایی قرار بود تا 7 اسکادران شکاری تاکتیکی هر کدومشون با 18 فروند F-16A و 2 فروند F-16B و 1 اسکادران آموزشی تاکتیک برای آموزش خلبانان F-16 با 10 فروند F-16A و 10 فروند F-16B در 3 پایگاه شکاری تاکتیکی تا سال 1363 ایجاد بشه. بنا بود تا پایگاه 10 و 12 شکاری تاکتیکی نیروی هوایی که کار ساختشون به ترتیب در کنارک، چابهار و خور، بیرجند آغاز شده بود هر کدوم مجهز به 3 گردان شکاری تاکتیکی F-16 بشن تا بتونن تو مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران که تا اون سالها فاقد پایگاه‌های شکاری بودن در برابر خطر تهاجم نیروهای هوایی افغانستان و پاکستان که به تازگی کشورهاشون به متحدین اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده بودن محافظت کنن. بنا بود 2 گردان دیگه شامل 1 شکاری تاکتیکی و 1 گردان آموزشی در پایگاه 8 شکاری تاکتیکی تو اصفهان و به عنوان مکمل 2 گردان کاربر جنگنده F-14A ایجاد بشه. اما ماجرای تولید تحت لیسانس F-16 تو ایران چی بود؟ علاوه بر 160 فروند F-16 سفارش داده شد که قرار بود تا سال 1363 تحویل بگیرن، نیروی هوایی قرار بود 140 فروند F-16 دیگه هم خریداری کنه تا به تدریج جای F-5E و F-I باقی مونده رو بگیرن. تو این راستا بنا بود تا 140 فروند F-16 دیگه تو تأسیسات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران یا همون حسا تو شاهین شهر اصفهان مونتاژ بشن. بر اساس نقشه راه سازمان صنایع هوایی ایران بنا بود تا حسا علاوه بر مونتاژ F-16 که توسط ایران سفارش داده شده بودند، F-16 های سفارش داده شده جهت استفاده نیروهای هوایی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و مصر رو مونتاژ و تولید کنند.
با توجه به لغو قرارداد توسط بختیار و خیانت به ایران توسط این شخص، به طور یک طرفه ایران مجبور به پرداخت غرامت شد و بعد سقوط بختیار و پیروزی انقلاب، این غرامت از پولهای پرداخت شده برای خریداری این تجهیزات و تأسیسات کسر کنه. از اونجا که تو زمان لغو قرارداد خرید این جنگنده ها توسط بختیار ساخت 55 فروند شروع شده بود و بنا بود 26 فروند اونو تو سال 1359 تکمیل بشن، آژانس امنیت دفاعی آمریکا تصمیم گرفت تا اونا رو به عنوان بخشی از برنامه سنگ مرمر صلح یک به نیرو هوایی اسرائیل تحویل بده. قرارداد مربوط به واگذاری این جنگنده ها به اسرائیل تو تاریخ 20 فروردین 1358 منعقد شد و متعاقباً 4 فروند اول اونا تو مرداد 1359 تحویل نیروی هوایی اسرائیل شد. یه سال بعد اون این جنگنده ها اولین شکار هوا به هوای خودشون رو ثبت و 2 فروند هلیکوپتر ترابری میل 8 متعلق به نیروی هوایی سوریه رو سرنگون کردند و چند ماه بعد اون نیروی هوایی اسرائیل با استفاده از همین جنگنده ها یه شاهکار تاریخی ثبت و تو جریان عملیاتی به اسم اوپرا به نیروگاه هسته ی اوسیراک یا تموز تو بغداد حمله کرد. تو جریان این حمله هوایی تو خرداد 1360 که توسط 8 فروند F-16A با حمایت یا اسکورت 6 فروند جنگنده برتر هوایی F-15I ایگل صورت گرفت. هر جنگنده 2 بمب غیر هدایت دقیق از نوع 2000 پوندی مارک 84 رو بر فراز راکتور هسته‌ای تو نزدیکی بغداد رها کرد. این بمباران باعث تخریب گنبد نیروگاه شد. اما جالبه بدونین قبل عملیات اوپرا توسط اسرائیل قبلا یه دسته 2 فروندی F4E فانتوم 2 توسط نیروی هوایی ایران این تأسیسات را تو 8 مهر 1359 بمباران کرده بودند. این جنگنده ها سرانجام بعد 36 سال خدمت تو سال 1395 از خدمت نیروی هوایی اسرائیل کنار گذاشته شدند. بعد 4 سال تلاش اسرائیل موفق شد 29 فروند اونا رو به مبلغ 100 میلیون دلار به شرکت فراهم کننده خدمات آموزش تو کانادا به اسم تاپ اسس بفروشه. اولین دسته 6 فروندی این جنگنده هم تو 10 بهمن 1399 تحویل داده شدن که بین اونا جنگنده F-16A با شماره 129 با سابقه حضور تو عملیات اوپرا هم دیده می شد. الان 42 سال از لغو قرار داده این جنگنده ها میگذره و F-16 هایی که قرار بود روزی تو نیروی هوایی ایران خدمت کنن و به خاطر خیانت بختیار این اتفاق نیفتاد. الان تو خوشبینانه ترین حالت از شرکت های خصوصی و غیر نظامی سر در آوردن. البته همه اونا خوش شانس نبودن و بعضی از اونا شانس نمایش تو موزه نیروی هوایی اسرائیل رو نداشتن و برای استفاده از قطعاتشون اوراق شدن. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. یادتون نره که نظراتتون رو درباره خیانت بختیار در لغو یک طرفه قرارداد خرید این جنگنده ها قبل انقلاب و ضربه اون به نیروی هوایی ایران برای من بذارید.